هیئت مذاکره کننده با گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران بیانیه مشترکی را در پایان نشست دو روزه ژنو به امضا رساند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران نسبت به روند مذاکرات و کسب اعتماد متقابل میان طرفین اظهار امیدواری کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی خبری بیانیه مشترک را خواند. در این بیانیه آمده است بر پایه فضای مثبت نخستین دیدار وزیران در 26 سپتامبر در نیویورک، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سرفصل برنامه‌ای را به عنوان مبانی پیشنهادی برای مذاکرات ارائه کرد که در آن مذاکره کنندگان غرب به دقت و به عنوان سهمی مهم در نظر گرفته شده‌اند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در نشستی برای پاسخ به خبرنگاران گفت: ما خواستار دیدن اقدامات مناسب ایالات متحده مبتنی بر حرف‌هایی هستیم که از سوی عالی‌ترین مقامات آمریکا ادا شده که آنان می‌خواهند با ایران بر مبنای احترام متقابل و منافع متقابل و جای پایی برابر رفتار کنند. در واقع گامی به پیش به سوی راه حلی برای این موضوع برداشته شود. از اعلام محتوای پیشنهاد تهران به غرب درباره برون رفت از بنبست پرونده اتمی خودداری شده است. بر اساس بیانیه مورد توافق، مذاکره میان طرفین در 7 و 8 نوامبر در ژنو سر گرفته می شود.